بابا بابا سلام علیکم. بفرمایید. رنگش خیلی پریده، تب داره، صورتش چرا زخمیه؟ تصادف کرده آقای دکتر. فشارش هم خیلی پایینه، 7/5. دکتر پدر جان، من شکمه دو معاینه میکنم، هر جایش درد گرفت به من بگو. خدا خدا آخ، این شکم عفونت شدید داره، باید منتقل شه بیمارستان، هر چه زودتر باید بستری بشه. خدا به دادم برس دکتر. دارو چی میخوره؟ دارم میمیرم. آقای دکتر، ایشون مسافر هست، دواها شهرستان مونده. به هر صورت من اینجا کاری براش نمیتونم بکنم، فقط باید هر چه سریعتر برسنش بیمارستان بستری بشه، احتمال عمل داره. یعنی الان نمیتونی هیچ داری براش بنویسین آقای دکتر؟ چرا؟ من تو داروش اثر نمیکنه، چون عفونت شدید داره، هیچی روش اثر نمی کنه. فقط باید منتقلش کنیم بیمارستان، احتمالاً باید عمل بشه. لطف کنیم بنویسین آقای دکتر، ممنون میشیم. دکتر، غذا چی بهش بدیم؟ غذا هیچی، فقط باید سرم بهش تزریق بشه. این هم بنویسیم تو نسخه آقای دکتر. من براش دارو نمیشتم، ولی خواهش میکنم مطلبی که گفتم جدی بگیرید. اون فشارش خیلی پایینه، تبش هم خیلی بالا، تمام روده و شکمش هم عفونت داره. نه، هر چه سریعتر باید برسونیش بیمارستان. چشم، همین امشب میبرمش بیمارستان. تعجب میکنم، ایشون مگه درد نداشتن؟ چطور مگه؟ اصولا درد نمیذاره بیماری قد پیش بره. چطور تونسته اینقدر تحمل کنه؟ والا عرض کردم که ایشون تازه از شهرستان اومده، ما هم نفهمیدیم. یعنی خودشون فکر میکردن این درد مربوط میشده به تصادفی که کرده. به هر صورت کاری از دست من ساخته نیست، شما هر چه سریعتر باید ببرندش بیمارستان بستریش کنید. خیلی ممنون آقای دکتر. خدا حافظ. خدا حافظ شما. دست شما درد نکنه. الان مریم میره دوات میاد. تو میتونستی دست ما رو پیش دکتر رو کنی؟ چرا نکردی؟ میخوام عذاب بکشم. برای چی؟ شاید اینطوری خدا منو ببخش. من برم داروهاشو بگیرم بابا. نه لازم نیست. چرا؟ ببرینش بیمارستان، هر چی میخواد بشه بشه. اسمایی، اصلا معلوم هست چی داری میگی؟ آره، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. من بیمارستان نمیرم، همون داروها رو بخورم کافی. مگه نشنیدی دکتر چی گفت؟ گفت اگه نری بیمارستان میمیری. دیگه فرقی نمی کنه، به این درد عادت کردم، همون نسخش کافی. شاید این عذاب بار گناهامو کم کنه. مریم برو برو دواهاشو بگیر. ممکنه عمود باشه. الو، سلام عمو.
ببخشید نمیدونستم شما زنگ زدین. من اسم بردم. خیلی خب مهم نیست دیگه، به اون خونه نمیشه امیدی داشت. داداش مریضه. بابا؟ نه نه عمو جون، مگه باید اتفاقی افتاده باشه؟ ببین مریم، قرار نیست وقتی من از تو سوال میکنم تو هم به جای جواب دادن این سوال بکنی. ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره، بعدن میفهمیم. من فردا صبح میام هتل، باید کار مهمی دارم. فردا؟ فردا چیزه، من مرخصی گرفتم. خیلی خوب، پس میام خونه تون. اتفاق میخوام داداش رو ببینم. نه نه عمو، بیاین همون هتل بهتره. من اصلا بی خودی مرخصی گرفته بودم، دنبال بهونه میگشتم برم سر کار. تو هم که بدتر از پدرت شدی. شما چتونه؟ مرموز شدی؟ تو دار حرف میزنی؟ من فردا صبح میام هتل. عجیبه، چرا اینا اینجوری رفتار میکنن؟ بله. سلام امیر. سلام، تویی؟ چه عجب، خونه ای؟ کجایی؟ از همدان اومدم عراق خونه ماما اینا. نمیتونی مرخصی بگیری بیای با هم برگردیم؟ نه من گرفتارم، کار دارم. شما هم لطف بفرمایی زودتر تشریف بیارید. امیر از چیزی ناراحتی؟ مگه برای تو فرقی هم میکنه؟ چرا با من اینطوری صحبت؟ چجوری حرف میزنم؟ آخه تو که اینجا نیستی بدونی دور برای من چی میگذره. خب حالا بگو. معذرت میخوام ندا، معذرت میخوام، اصلا حالم خوش نیست. ببین ماما میخواد باهات حرف بزنه. چی؟ ماما میخواد باهات حرف بزنه. مامانت؟ خب آره. وای نه نه نه، ببین من امشب اصلا حوصله خودم هم ندارم. عذرخواهی کن، من خودم فردا بهش زنگ میزنم. باشه. هر جور راحتی. کار نداری؟ نه نه کاری ندارم. خداحافظ. خداحافظ. خوش به حال شما دوتا که همیشه کنار همین. نه یکیتون وکیله که دائم توی سفر و ماموریت و دادگاه و اینجور چیزا باشه، نه یکیتون پلیسه که مغزش باید هزار جا کار کنه، دلتنگ نشه، احساساتی نشه، مثل فولاد جلوی همه چیز بایست. سلام، چطوری؟ تو که قرار بود تا یه هفته نیای. حالا از اومدنم خوشحالی یا ناراحت؟ خیلی ناراحتم. ببینم به مافخم زنگ زدی؟ اتفاقا همین الان میخوام زنگ بزنم. سلام. سلام مریم، تو که اومدی؟ چه خبره امروز؟ همه از اومدن من میسکی ناراحت. سارا گفت که نمیای. حالا اومدم. سلام. سلام، چطوری؟ خوبی؟
بله. سلام، صبح بخیر. سلام. از خواب که بیدارت نکردم. مهم نیست، حالت بهتر شد؟ بهترم، زنگ زدم بابت دیروز تشکر کنم. حرفه چیه؟ سرکاری؟ آره. ببین، میخوام اگر اجازه بدی امروز بیام ببینمت. امروز؟ آره، درباره یه مسئله خیلی مهم میخوام باهات صحبت کنم. میام صبحونم اونجا. الان؟ اگه یه خورده دیر طبیعی بهتره. پس صبحونه میخورم. خوبه، باشه. خدافظ. مریم. سلام عمو. چند دقیقه بیا بیرون، کارت دارم. چی شده؟ سوال نکن، گفتم بیا بیرون، کارت دارم. چرا بیرون؟ برای اینکه شاید بخوام سر داد بزنم. راه بیفت. چی شده مریم؟ نمیدونم. چقدر عصبانی بوده. میخوام یه چند تا سوال ازت بکنم، تو هم بدون تفره رفتن واقعیت رو به من بگو. بفرمایید. ببین مریم، من همه چی رو میدونم، همه چی رو. حالا دلم میخواد از زبان خودت بشنوم، پس شروع کن. چی رو باید بدونم که بگم؟ همون چیزی رو که توی اون خونه داره از من پنهان میشه. چیز مهمی نیست عمو، باور کن. دروغ میگی، دروغ میگی. عین داداش، عین راضیه، تام شدی لنگه اونا. اگر من تا حالا اقدامی نکردم فقط به خاطر رعایت حال اسماعیل بوده، چون میدونستم که اگر یه خورده بیشتر بهش فشار بیارم ممکنه کار دست خودش بده. اما دیگه خسته شدم از دست اونا، از دست تو. دیگه رعایت هیچی رو نمی کنم، هیچی. حالا به من بگو، دیشب دکتر برای چی برده بودی خونه؟ برای من مراقب گذاشتی عمو. فقط سوالی که ازت می کنم جواب بده، برای چی؟ بابا یکم حال نداشت. چش بود؟ چیز مهمی نبود، سردرد همیشگی، بعدش هم خوب شد. رابطت با این پسر اشکان چیه؟ با تو هم نشنیدی؟ یه رابطه معمولی. دیروز برای چی هم دیگر دیدین؟ پس همه جا دنبال من این عمو. قرار شد فقط به سوالای من جواب بدی، برای چی هم دیگر دیدین؟ همینطوری. همینطوری؟ مگه میشه آدم ها همینطوری هم دیگه رو ببینم؟ دنبال چی هستی عمو؟ من از تو خواسته بودم مراقب اون پسره باشی، نه اینکه برید عاشق و معشوق هم بشید. حق نداری با من اینجوری حرف بزنی عمو. چرا حق ندارم؟ حق دارم. چطور شما به خودتون اجازه میدید با من قایم مشک بازی کنیم؟ اون وقت من حق ندارم از تو بپرسم که اون پسری که قرار بوده مراقبش باشی حالا بری باش ارتباط برقرار کنی؟ آره؟ آره عمو، گفته بودین مراقبش باشم. خب منم مراقبش بودم، اما نگفتین اگه اون به من دل بست بهش دل نبندم. نگفته بودین اگه عاشقم شد عاشقش نشم. من کار بدی نکردم عمو. وعده‌ی بی‌کس و تنهایی بود مثل خود من. اعتماد به نفسشو همیشه کشتن مثل خود من. هر که مزاحم بزرگا بوده همیشه تارو مارش کردن مثل خود من. ببین عمو جون، خیال نکن من احساسات تو رو درک نمی کنم، خیلی خوب می فهمم، ولی تو بهترین پسره رو فراموش کنی. اون پسر خودش و خانوادش مشکوکه. از من نخوا بیشتر از این توضیح بدم، فقط فراموشش کن. آخه عمو، این چه حرفیه که شما می زنید؟ مگه می شه آدم رو به همین راحتی فراموش کرد؟ آره میشه، میشه.
خیلی سخته، خیلی، ولی میشه. بعضی وقتا تو زندگی باید اون چیزی رو که دوست داری فراموش کنی. خشونت زندگی همینه دیگه. دنیا خیلی بیرحمه، تو هنوز جوونی. به نفعت مریم، فراموشش کن. حدث ما درست بود. براش توضیح دادیم که موضوع چه قراره؟ میدونی صدفان، ما شغل عجیبی داریم، شغلی که احساسات براش تعریف نشد. بله جناب صاحب، همینطوره که شما میفهم. را بیافریم. چشم جناب صاحب، در خدمت هم. بله. آه سلام صدفان، چه خبر؟ چی؟ یه دقیقه نگهدار. بله جاسوان. گفتی اشکان برگشته هتل؟ آها. خیلی خوب، گوش کن. اگه مورد خاصی بوده برای ما من تماس بگیر. نه کاری ندارم، خدافظ. برمیگردیم هتل جناب سرگرد. هتل؟ سلام. همه هتل رو دنبالت گشتم، وقت اومدی اینجا گرفتی نشستی. بیا این جدول امروز حل کنم ببین غلطی نداشته باشم. ده تو که بازم داری گریه میکنی؟ چیزی نیست. ببین من با گریه کردن تو اصلا کاری ندارم، هر چقدر دوست داری گریه بکن. من فقط اومدم اینجا یه مسئله خیلی مهمو بگم و برم. بگو. میخوام رسما از شما خواستگاری کنم، لطف کنید آدرس منزلتون رو بدید تا خدمت خانواده محترمتون برسم. میدونم این شیوه خواستگاری اصلا شاعرانه نیست، ولی خب نظرت چیه؟ میدونی که ما عزاداریم، برادرم فقط 3 ماه مرده. منم عزادارم، 40 پدرم هنوز تموم نشده. پس بهتره جفتمون فراموش کنیم. ازدواج رو فراموش کنیم یا خواستگاری رو؟ وقتی یکیش نباشه اون یکیش چه معنی داره؟ ببین مریم، به محض اینکه کار انحصار وراثت تموم بشه من باید برگردم اون برای درسم رو تموم بکنم. تو این مدت هم سالگرد پدر من تموم شده، هم برادر تو. اون وقت ممکنه به راحتی با هم ازدواج کنیم. من فقط میخوام بیام صحبت کوچولویی بکنم، بعد بریم محضر یه عقدی بخونیم تا به هم محرم بشیم. همین. نظر چیه؟ من اصلا شرایط مناسبی ندارم. میتونم خواهش کنم فعلا این صحبت رو فراموش کنی؟ آخ چرا؟ نپرس، خواهش میکنم، فقط فراموش کن. باشه، هر جور راحتی. ممنون. مریم فکر کردم با این پیشنهاد خوشحالت میکنم، ولی نمیدونستم. هیچ، برو.
بله. اومدن جلوی خونه؟ نه نه نه، شما هیچ اقدامی نکنید. من خودم الان میام اونجا. چنگ بده بده بده. میاد، حتما میاد. ما با هم قرار گذاشتیم. بابا من دوست ندارم وقتی میاد اینجا ما منتظر وایساده باشیم. کاش بریم دوباره برگردیم. تو حساسیت نشون نده، من میرم در رو باز میکنم، فقط ماشینی بزن تو حیات. همین. چجوری میخوای بری تو؟ با کلید. کلید؟ آره کلید، خود مفخم بهم داده. بابا تو رو خدا این کارو نکن، یه وقت میاد یه چیزی میگه ها. بی خود میکنه، من جوابش میدم. از اینجا وایسادنمون که خیلی بهتره. چرا معطلی؟ بزن تو دیگه. بریم بالا دیگه؟ نه بابا، خواهش میکنم همینجا منتظر بمونیم. چیه؟ نکنه ازش میترسی؟ بحث ترس نیست، میاد یه حرفی میزنه وقت من نمیتونم جوابشو ندم. تو که اخلاق منو میشناسی. خیلی خوب، همینجا منتظر میمونیم. کاش من نیومده بودم. اصلا احساس خوبی ندارم. زیاد خودتو اذیت نکن. دلم نمیخواد وقتی میاد من اینجا ببینه. چرا؟ برای که ازش بدم میاد. ازش نفرت دارم. واقعا؟ واقعا. ولی من اینجور نمیبینم. من فکر میکنم بیشتر اوقات نفرت علامت دوست داشتنه. من اونو دوست داشته باشم؟ یعنی اینقدر بدبخت شدم که عاشق آدم سرد و خودخواه بیروحی مثل اون بشم؟ نه بابا، اگه من قبول کردم با اون ازدواج کنم فقط به خاطر شما بود، به خاطر اینکه فکر میکردین با ازدواج من و اشکان برای همیشه مفخم تو چنگ خودتون میمونه. همش اشکان اشکان اشکان. این وسط تنها چیزی که مهم نبود من بودم. ولی تو اونو دوست داشتی نداشتی؟ ولی من فقط به خاطر شما قبول کردم، فقط. حالا به خاطر من یه کمی تحمل کن. اشکان مال خودتی. ات قولی.
ظاهرن کلید داشتن رفتن داخل منزل. رفتن تو؟ اشکان رو زنی مده؟ فعلا که نه. خب ببینم کریمی، تو دوربین عکاسی همراهت هست؟ بله قربان، داخل ماشین دارم. خیلی خب، میتونی موقعی که جلال اومد بیرون ازش عکس بگیری؟ بله قربان. مواظب باش خودت دیده نشی، زمان یه جوری عکس بگیری که صورتش کاملا مشخص بشه. خیلی خب تو برو. بهتره ما هم بریم بالای پشتونی که اگه همسایه ها تا بتونید داخل حیات رو ببینید. با بیافت چه؟ اگه اینا با عشقان قرار داشتن پس اون کجاست؟ رزین یه تماس بگیر با محمد ببین الان عشقان کجاست. الو محمد، از عشقان چه خبر؟ همین از کیا سلام میرسه. خوبه تو چجوری و به چه حقی وارد این خونه شدی؟ من جوابی ندارم به تو بدم. تو بی خود کردی بدون اجازه پاتو گذاشتی تو این خونه. اشکان مواظب حرف زدنت باش. من مواظب حرف زدنم باشم یا تو که ما این کارو داری منو کلافه و عصبانی میکنی؟ من حرفی ندارم به تو بزنم. اون اصلا تقصیری نداره ها؟ من آوردمش. شما چطور اومدین اینجا؟ سلامت کو پسر. سلام. علیکم السلام. چیه داد و فریاد رو انداختی؟ نمیشد یه خود آرومتر؟ ما هم که نمیتونستیم تو کوچه منتظر جنابالی بمونیم که از تعجل تشریف بیارن یا نیارن. یه کاری برام پیش اومده بود، باید از خونه میرفتم بیرون. خیلی خوب، اصلا مهم نیست، در باز کن. شما واقعا چجوری اومدین اینجا؟ آقا جان چه اهمیتی داره، ما بالاخره اومدیم تو دیگه. برو در باز کن. برو. دیدی گفتم بابا، من میدونستم. بابا جان اصلا سخت نگیر تو هم، بیداریم تو دیگه. بیا من همینجا راحت ترم. الهام اشکان حق داره عصبانی بشه، تو هم حالا نمیخواد زیاد به دل بگیری. بیا بابا. بابا شما برید کارتون انجام بدید، من همینجا میمونم. خیلی خوب، هر جوری که میل خودته. چیه وایسادی اشکان؟ باز کن داره دیگه.
فکر کنم همونطوری که میخواستین داره میشه. نه هنوز نه، بعید میدونم جلال بتونه مخفیگاه رو پیدا کنه. مگه که خودمون حلش بدیم طرف اونجا، که اینم در حال حاضر مشکله. اشکان نمیتونه این کارو بکنه؟ من به این جوونه هنوز اعتماد ندارم. ببین ما تا اینجا خیلی خوب پیش اومدیم، نباید یه حرکتی بکنیم که اوضاع خراب بشه. ولی من میگم خیلی دیره. اگه جلالی که دوباره دیگه برین تو این خونه جنسا رو پیدا نکنه منصرف میشه. منصرف نمیشه. من اطمینان دارم اونقدر چیز با اهمیت توی این مخفیگاه هست که به خاطر همون این آقا کلم بیچاره رو سرشو کرد زیر آب. خب پس چرا دستگیرشون نمی کنیم؟ جلال که هست، اشکانم که هست، جنسام که تو انباره. دیگه بهتر از این چی میخواستیم؟ رضایی، ما بریم جلال تحت چه عنوانی دستگیر کنیم؟ اون اینجا مهمونه، میتونه اعتراف کنه که من ربطی به این ماجرا ندارم. ما نباید یه حرکتی بکنیم که نتیجه ندی. میترسم جناب سرکرد، میترسم این بارم جلال از دست بدیم. نترس، این درست مثل بازی شطرنج میمونه. اگه بدون فکر عمل کنیم بازی رو باختیم. ماتت میکنم جلال، ماتت میکنم. اینا تازه بخشی از چیزایی بود که من در مورد پدرت برات گفتم. اگه بخوام همه رو تعریف کنم که او من هیچ کدوم از این چیزایی که در مورد بابا میگی و نمیتونم باور کنم. ببینش کن، یا تو قاطی کردی یا اینکه خودت زدی به اون را، نمیدونم. ببین عزیز من، قربونت برم، با چه زبونی من بهت بگم که پدر تو حتی وقتی اون کتابا رو برات میفرستاد هلند، یادته؟ تو جلدش مواد جاسازی میکرد. بله، تو کتابا؟ خب مگه میشه؟ من باور نمیکنم. باور کن، من دارم بهت میگم. ضمناً یه چیز دیگه که باید بهت بگم اشکان اینه که تو هم یه جورایی این وسط واسطه بودی. ببین اشکان عزیز، ما باید تمام تلاشمونو بکنیم تا از شر این جنسا راحت بشیم، وگرنه تمام زحمات و تلاشایی که تو برای انحصار وراثت اینجا خواهی کشید میشه هیچ. الان این سرگرد کلانی هم یکی دو سه ساله که گیر داده به من و بابا. اگه چیزی رو اینجا پیدا بکنه، هم حرف خودش رو ثابت کرده و هم دیگه چیزی نمیمونه که تو بری دنبال انحصار وراثتش. مصادره میشه، اموال میره پیکارش. تمام. من باید چی کار کنم؟ آها، این شد یه حرفی. ببین اشکان جون، تو فقط باید به من کمک بکنی که این انبار مخفی رو پیدا کنم. همین، و الا حملش، فروشش، همه یه کاراش با من. میفروشم، نصف مال پدر شماست، نصف مال من. البته به تو میرسه. همش مال خودتون. من به پولی که از این راه به دست میاد احتیاجی ندارم. خیلی خوب، بحثی نداره. ولی اصلا احساسی برخورد نکن اشکان، چون تمام ثروت پدرت از این راه به دست اومده. خرج خوراکت، پوشاک، تحصیلت، همه اینا. و این چیزی نیست که تو بخوای و بتونی ازش فرار کنی. خیلی خوب، از کجا میخوای شروع کنی؟ اشکان، چیزی رو که ما داریم دنبالش میگردیم با گشتن پیدا نمیشه. باید از اینجامون استفاده کنیم، والا من مطمئنن پیداش میکردم. باید یکم بیشتر دقت کنی، منم میام کمکت میکنم، مسئله نیست. هیچ بعید نیست این سرگرده توی یکی دو روز آینده سر کلش پیدا بشه. نمیدونم خبر داری یا نه که محبوبه و مادرش هم کشته شدن، پرونده بابات باز دوباره ممکنه به جریان بیفته. محبوب و مادرش کشته شدن؟
آره. از خوبی که بعد از مرگ پدرت پیدا میکنی نمیتونی با هر کسی دمخور بشی. الهام هم همینطور. بابات هم که دلش میخواست با الهام عریضی کنی. نمیدونم منتظر چی هستی. تمومش کن. من فعلا قصد ازدواج ندارم. حق داری. بالاخره باید تا سال بابات صبر کرد. من فکرش کردم. عقد میکنیم جشنو میذاریم بمونه برای بعد. آقا جلال، من اصلا الهامو دوست ندارم. اینو باید چجوری و به چه زبونی به شما بگم؟ اون تو رو دوست داره. الان چند ساله که منتظرته. یادت اون روز دقیق حساب سال و ماه و روزش هم داشت. دوست داشتن اون برای من اهمیتی نداره. این دیگه بی‌معرفتیه. ببین آقا جلال، اگر میخوای که کمکت کنم تا بتونی جنساتو پیدا بکنی، نباید اسمی از الهام بیاری، وگرنه من هیچ کاری برات نمیتونم بکنم. خیلی خوب، پس بیا و یه کاری بکن. چه کاری؟ وانمود کن که ازش بدت نمیاد. ربطی داره؟ تا این جنس رو از اینجا ببریم دیگه. که چی بشه؟ اشکان، الهام عصبیه. میترسم به خاطر لجبازی با تو هم که شده هر دومونو تو درد سر بندازم. الان مسئله جنسا از همه چیز برای ما مهمتره. از همه چیز. آخرش که چی؟ ببینش کن، تو که اینجا نمیمونی، میری هلند. منم الهام و شوهرش میدم بره دنبال زندگیش دیگه. اون با من درستش میکنم. خیلی خوب، من سعی خودم میکنم، ولی هیچ قولی بهت نمیدم. همونم خوبه. خیلی خوب، دیگه بهتر بگی. فقط چیزی که بهت گفتم یادت باشه. بریم. این نادرخانی وسط چیکار است؟ نادرخانی اون دو نفر دیگه حلقای گم شده یه همین بازیه. درست لحظه که فکر میکردم به اونا نزدیک شدم ازشون دور شدم. خیلی خوب الهام، روشن کن بریم. اشکان، این موبایل امروز باشه، هر وقت کاری داشته باشم خودم با تماس میگیرم. زمین یاد باشه هیچ وقت به تلفن خونه اعتماد نکن. خداحافظ. شدی مریم؟ چی شده؟ اون آقای نادرخانی. خب